belle. برنامه زباله احکام، امیدواریم که این برنامه برای شما مفید باشد. سوالهای بسیار زیادی از شما به دست ما رسیده است و ما شرمنده کسانی هستیم که سوال مطرح کردند، چون که گاهی هم ما خیلی بیق تشریف داریم. بله، از جمله سوال مکتوب که برای ما فرستادن، پرسیدن وارد کردن کالا از کشورهایی که به مسلمانان ظلم میکنن چه حکمی داره؟ ظلم و ستم ها معمولا از طرف حکومت هاست، یعنی حاکمان مستکبر و ظالم مثل برادران چینی ما. مهم اینه که جای جاش مثلا توی مجمع عمومی سازمان ملل یه حالی به ولی فقیه بدن. الان کشور ما با بسیاری از کشورهایی که آبرودار هم نیستن روابط اقتصادی دارن، کالا وارد میکنن، کمک میکنن به اون کشورها. اما یه نکته است که در فتاوای برخی از مراجع معظم تقلید هست که اگه ما از اینا نخریم ما ظلم کردیم. این بدبخت ها آخه جنس های بنجلشون رو به کی بندازن؟ شما نگاه کنید اونقدر بنجل اینا ساختن که الان شکه که اصلا این دیوار چین هم مال خود چین باشه، چون اگه چینی بود که خب سر پا نمیموند، تا الان 100 دفعه خراب شده بود. بله، بنابراین اگر کسی کالایی رو خریداری میکنه که میداند به اونها کمک میشه، بدونه ها مطمئن باشد که به اونها کمک میشود یا اصلا متعلق به اوناست، در این صورت مانعی نیست. اما غیر اون باشه، این که حالا پول ملت ما به باد میره که ما مثلا کالایی را ازشون خریداری کنیم یا بفروشیم، از اون باب اشکالی ندارد. ضمن این که بالاخره این رایایی که چین و روسیه و اینا به نفع ما و سوریه میدن بالاخره یه قیمتی داره. بله بله، سوال کردن استفاده از تنباکویی که مسکرات روی اون پاشیده شده چه حکمی دارد؟ خب نگاه کنید، این سوال رو شما باید از مقام عظما بپرسید. اگر چیزی مسکر باشد، مست کننده باشد، یعنی یا مخدر باشد، حالا چه تنباکو باشد چه چیز دیگه باشد، این حلاله. اگر واقعا چیزی روش پاشیدن که مسکر هست، یعنی با کشیدن مثلا این قلیان یا استفاده و استعمال این تنباکو طرف چی میشه؟ بله، میره تو عالم فضا، مثل ولی فقیه خلاصه فضایی میشه، از حالت طبیعی یعنی خارج میشه، یا اینکه خلاصه این حالت اسکار داره، مست کننده است. بنده خودم از مقام عظما شنیدم که میفرمودن که منک چرا لولک و مستک میشم؟ بگی منو، من چرا همچینک میشم؟ بگی منو. و الاخر که البته جاش دیگه اینجا نیست. بله، انشالله که موفق باشید و اگر پاش افتاد و خلاصه چیزی برای پاشیدن جایی پیدا کردید، ما رو فراموش نکنید. بله.